بسم الله الرحمن الرحیم. ما انقلاب نکردیم که صرفاً تاج و عمامه رو جابجا کنیم، چادر رو جایگزین فکل بکنیم، فراک رو جایگزین بکنیم با پیرهنهای رو شلوار. ما انقلاب کردیم که استقلال و عدالت و آزادی و اجرای احکام خدا که مهمترینش قیام به قسطه، اینها رو انجام میدیم. لذا مخالفت با این آرمان ها مخالفت با انقلابه. ضد انقلاب فقط اون رقاصه های تلویزیوندار کالیفرنیا و خدمت شما عرض کنم لندن نیستن. این مسئله بسیار بسیار جدی است. مسئله این حقوق‌های نجومی فراتر از ماجرای فساد است. مسئله تبعیضه. مسئله اینجاست که تبعیضی نهادینه شده، همه هم دارن ازش منتفع میشن. لذا انگیزه برای برخورد با سوء استفاده کننده وجود نداره. صرفاً یه پرونده از این جناح پیدا میکنن، اینها گیر میدن، یه پرونده از اون جناح، حالا اون طرف هم ماجرای املاک نجومی هست توی شهرداری تهران، تکلیفش باید مشخص بشه. روزنامه‌های دو تا جناح، هم جناح قرضزاده هم جناح محافظه‌کار، به همدیگه فحش میدن به سیره این آقای ابوفرنگ توی تلویزیون که کی از همه تمیزتر، من و رها کردن موضوع رو. خوبیش میشه مجلس ما ماجرا توش میاد، حتی شفافیت اموال توش رأی نمیاره. اصلا قانونی که قبلا هم مجلس گذاشته بود، من به اونم انگشت دارم، مدیریت خدمات کشوری 1-7، این 1-7 از کجا آوردید؟ نمیشه ما وقتی انقلاب میکنیم توریسیان انقلاب شهید مطهری بیاد فاصله حقوق مدیران و کارگران رو نقد کنه، بعد وقتی میخوایم حکومت کنیم 4 تا تکنوکرات بیان از نسخه های صندوق ملی و بانک جهانی و الگو بگیرن از مدل اداره 4 تا نهاد سرمایه‌داری بیرون کشور، بعد بخوان کشور رو به این سیستم اداره کنن. دولت هم طبیعتاً همینطور. دولت بعد تازه یک نکته مهمتر، دولتی که ظاهراً اینطور که توی رسانه‌ها هست 3 بار در همین دوره اومده افزایش داده حقوق خودش رو، خب هیئت مدیره های شرکت‌ها هم نگاه می‌کنن به دولت. طبیعی است که و 2 نفر از اینام که سخنگوی قوه قضاییه میگه اصلا اموالش نه، حتی اون چیزی که قانونی هم هست اعلام نکردن. این خیلی مسئله مهمی است. مسئله این تبعیض، این تبعیض هم یه اشرافیتی رو ایجاد کرده که این اشرافیت همون تعبیر امام، اشرافیت باعث میشه دیکتاتوری به مردم، ظلم به مردم، خضوع مقابل نهادهای خارجی. همینه که الان میرید تو اداره ها ورقه زدن به دیوار، انتقاد از مسئولین و انتقاد از کارمند و توهین به کارمند، این به اصطلاح اینقدر ضربه و شلاق داره بدون اینکه به حقوق مردم توجه بشه تو اداره ها و بیمارستان ها و همه جا. یعنی مردم سالاری رو شعارشو بدیم، مردم سواری بکنیم، مردم حقوقی نداشته باشن، صرفا مردم وظیفه داشته باشن. این بسیار بسیار ماجرای مهمیه. از این طرف حقوق معلم ها رو به خاطر افزایش حقوقشون یه فرم سنگینی میدیم بهشون که نمیدونم با چه شرایط و با چه شرایطی حقوق مثلا یک خورده تغییر کنه. از این طرف کسی با حقوق های دولتی و حقوق های وزارت بهداشت به اصطلاح پزشکاست کاری نداره. متاسفانه ماجرای وزارت بهداشت هم یه ماجرای ممنوعه شده که همین برنامه سرایا دیگران نمیذارن کسی نقد کنه تر تحول سلامت رو. این وضعیتی است که تر تحول سلامت کارانه که اضافه کرده. ببینید این نقطه رو، از این نقطه تا این نقطه. ولی اینها نقد نمیشه. به مدیر 50 میلیونی گیر دادیم، به پزشک متخصص 500 میلیونی توی نهادهای دولتی گیر دادیم. بعدم که این لیست مسخره 20 میلیون 20 میلیون از کجا آوردید؟ با چه با قانون مدیریت خدمات کشوری بگید 20 میلیون نقد نداشتید بگید من 19 میلیون و 7 8 میلیون خیلی فرق داره. چی میگه 20 میلیون نجوم نیست؟ من فقط یه جمله بگم که تمام بشه ماجرا. راهکار این چیست؟ راهکار این ماجرا این است که همه مسئولین نظام الان بلا استثناء، حالا جز رهبر انقلاب که همه ساده دیستیشون رو میدونن، بلا استثناء در مزار اتهامن. راه حل امیرالمومنین در نهج البلاغه اذا انزن نتبک الرعیه حیفا فسر لهم بعذرک. الان مردم همه نگرانن، مردم همه سوال دارن، تنها راه این است اموال عمومی مسئولین اعلام بشه. حالا هم قانونی اعلام بشه، هم تا وقتی قانونی اعلام بشه داوطلبانه آقای رئیس جمهور که اون دستور رو داده بودن، بند 9 ماده‌ای که گفته بودن وزارت خونه ها اعلام کنن که الان بیشتر از 1 ماه از تیر ماه گذشته اعلام نشده، من پیشنهادم اینه خود رئیس جمهور، وزرا و مشاورانشون پیش قدم بشن تو سایت ریاست جمهوری و سایت مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کنن و بعدش هم این توی مجلس و نهادهای قانونی وزارت خونه همون دستوری که رئیس جمهور داده بودن ان شاء الله اجرا بشه. به سال نظرسنجی چه پاسخی میدن؟ قطعاً وظیفه خودشون رو انجام میدن.